دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. در روزهای گذشته خبری بود مبنی بر این که نیروهای روسی از غیر نظامیان ساکن در مناطقی که الحاق شده بود به فدراسیون روسیه از کشور اوکراین، در اونا حکومت نظامی اعلام کرد و غیر نظامی ها رو از منطقه تخلیه کرد. این خبر خبر بسیار ناگواری است، مبنی بر این دلیلش هم این است که وقتی افراد غیر نظامی را از اونجا خارج کرده، احتمال کاربرد سلاح‌های اتمی تاکتیکی رو بالا برده. نیروهای اوکراینی با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌ای که از طرف غرب بهشون داده شده، خسارات و تلفات سنگینی رو به نیروهای روسی وارد کردن. روسیه هم با خرید پهپادهای ارزان قیمت ایرانی که تکنولوژی بسیار ساده‌ای دارن ولی با حمل سلاح‌ها، میزان مواد مفجری که حمل میکنن و آسیبی که به سلاح‌های پیشرفته و گران قیمت میتونن بزنن، از ایران پهپاد وارد کرد و از این پهپادها بر علیه نیروهای اوکراینی استفاده کرد. این باعث شد که اتحادیه اروپا قسمت‌هایی از حاکمیت ایران رو تحریم بکنه. یعنی دولت ایران به صورت خواسته یا ناخواسته یک طرف جنگ رو انتخاب کرد و طرف روسیه رو انتخاب کرد. این به دولت‌های خارجی امکان رو میده که حکومت مرکزی ایران رو تحریم بکنن و قسمت‌های دیگر از برنامه‌های نظامی ایران رو تحریم بکنن. این تحریم‌ها پشت سر هم وضعیت اقتصادی ایران رو هم بسیار خراب کرده. اقتصاد ضعیف ایران با این ناآرامی‌هایی که در 40 روز گذشته بر دوام بوده و مردمی که در خیابان بودن و قطعی اینترنت، روزانه صدها میلیون دلار ضرر کرد. چرا که قسمت‌های اعظمی از کسب و کارها الان از طریق اینترنت انجام میشه و خدمات عمومی، خدمات بانکی و خدمات دیگه‌ای که در جامعه مورد نیاز افراد هستش از طریق اینترنت اتفاق میفته و قطع اینترنت باعث فلج شدن اقتصاد و فلج شدن زندگی عادی مردم میشه. اگر وضعیت به مقداری ادامه پیدا بکنه، یک مقدار دیگه به اندازه 40 روز دیگه ادامه پیدا بکنه، احتمالاً حاکمیت مجبور به دادن امتیازات بسیار بالایی خواهد بود. وضعیت جنگ اوکراین و امکان احتمال استفاده سلاح اتمی باعث پروسه ترس از جنگ تمام عیار اتمی در منطقه خواهد بود. ولی به هر حال روسیه داره از یک سیاست استفاده میکنه و اون این که کشور قسمتهایی رو که به خاک خودش الحاق کرده میتونه در اونا بمباران تاکتیکی بکنه، بمباران اتمی تاکتیکی بکنه، بگه در خاک خودم آزمایش اتمی انجام دادم. ولی این رو کشورهای غربی ابتدا بهش اعلام کردن که این الحاق رو به رسمیت نمیشناسند و هر گونه استفاده از سلاح‌های اتمی تاکتیکی رو به عنوان شروع جنگ اتمی اعلام کردن. وضعیت ایران هم که به این شکل است که خودتون در جریان هستید و نشون میده که ایران یکی از مناطقیه که باید از لحاظ سیاسی تغییر اساسی درش اتفاق بیفته. کشورهای غربی نیاز دارن به گاز و نفت ایران به دلیل اینکه ایران دومین کشور دارای ذخایر گاز جهان هست و اگر وضعیت به این منوال پیش بره که غربی ها از طرف روسیه و فروش گاز روسیه تحت فشار باشن که هستن و هزینه سوخت و هزینه انرژی در اروپا آنچنان که الان بالا رفته بیشتر از این هم بالا بره، وضعیت زندگی برای مردم اروپا بسیار سخت خواهد بود و این به ما این امکان رو میده که بتونیم از کشورهای اروپایی استفاده بکنیم برای کمک و حمایت از مردمی که در مقابل دیکتاتوری قد علم کرده. من سری قبل هم اشاره کردم که زیاد موافق راهپیمایی ها نیستم، بیشتر ترجیح میدم که با امضای تومار و بیاننامه و نامه سرگشاده داخل جراید کارهای سیاسی در اروپا اتفاق بیفته، چرا که یک راهپیمایی که در خیابونها اتفاق میفته زندگی عادی مردم رو هم مختل میکنه و این اختلالی که در زندگی عادی مردم در این کشورهای اروپایی به وجود میاره مفید نیست برای همراهی افکار عمومی. افکار عمومی از ما رنجیده میشن و بهتر اینه که به جای این کار
برنامه های مدونتر و بهتری داشته باشیم، مثل نامه رسانی یا تحصن در مکان خاصی با تعداد مشخصی. لازم نیست تعدادها میلیونی باشه، ولی لازمه که این حرکت ها پشت سر هم و ممتد باشد. به هر حال وضعیت جنگ اوکراین و وضعیت ناآرامی هایی که در ایران وجود داره همسوی هم داره پیش میره. از این طرف روسیه درگیر است با جنگ اوکراین و از طرف دیگه حامیانی که در بلوک شرق قرار دارن مثل ایران و چین، اینا هم دچار معضلات خاص خودشون شدن، برای اینکه کاملا تحت فشار قرار بگیرن از طرف جهان متمدن به اصطلاح. پیش بینی این است که وضعیت در آینده نزدیک به نفع مردم تغییر خواهد کرد، چرا که حاکمیت نه جسارت و نه امکان سرکوب بیشتر از این رو داره. حاکمیت اون چیزی رو که از دستش برمی اومد انجام داده و چیزی دیگه ای به غیر از این انجام نمیتونه بده و برای همین راه دیگه ای نداره به غیر از این که سازش بکنه و یواش یواش عده ای از نیروهای خودش رو فدا بکنه و این فدا کردن نیروهای خودش با اسم دلسردی و دلشکستگی بقیه نیروها میشن. فقط اینه که کسایی که ته خیابون هستن بیشترشون آدمای فقیر و بی کس و کاری هستن که حاکمیت با یه پولی تو جیبش داره ازشون استفاده میکنه برای سرکوب. اینا رو باید بهشون تفهیم کرد که بزرگان اینها، سرلشکرهاشون، فرماندههاشون در خارج از کشور، فرزندانشون دارن زندگی مرفهی رو میکنن و اینا رو تیف خیابون فرستادن برای کشته شدن و برای کشتن متاسفانه، و باید اینا رو دونه دونه، اگر در فامیلتون کسی رو همچین دارید باید راهنماییش بکنید، باید همکاری بکنید که سلاحش رو به زمین بذاره و به مردم بپیونده. حمایت نیروهای مشخص، نیروهای خارج از کشور هم از مردم ایران بردوام هست و امیدواریم که هر چه زودتر به نتیجه مورد نظر همه برسه. با امید دیدارتون در ایرانی آینده، در ایرانی شاد و